صبح زیبا و دلنگیزه همه شما هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بازم بخیر باشه. بیننده ساعت دوم برنامه هستین و شما را خوش آمدید میگم به بخش صدای شما. بخشی که شما عزیزان میتونین مستقیما تماس بگیرین و امروز مشکلات مرتبط با شهرداری کابل اگر روبرو شدین میتونین با ما شریک بسازین که خوشبختانه آقای نعمت‌الله بارکزای سخنگوی شهرداری کابل امروز با ما هستن و در رابطه با سوالات شما پاسخ ارائه میکنن و تماس‌های تلفنی شما را عزیزا را هم میداشته باشیم. البته قابل یادآوری است که هفته پیش هم قرار بود که آقای بارکزای را در برنامه داشته باشیم ولی به خاطر از اینکه سفر پیش داشتن به او خاطر نتونستن حاضر شوند. سوالات شما عزیزا را ما تمامش را یادداشت کردیم و امروز هم روشان شریک می‌سازیم. بارکزای صاحب سلام و صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان و شنوندگان عزیزان. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. سلامت باشین. قبل از اینکه بیننده های عزیز به طرف تماس‌های شما عزیزا بریم، چند سوال را از هموطنان ما در هفته پیش که با ما شریک کرده بودن یادداشت کردیم که با آقای بارکزای شریک می‌سازیم. سوال اول هم از منطقه گولایی دواخانه بود که هموطن ما شکایت داشتن که در زمان جمهوریت بلند منزل های بسیار زیاد ساخته شده بود در این منطقه به خاطر از اینکه رشوت داده بودن یا هم پول داده بودن و در کنار از این بلند منزل ها خانه های مسکونی اینا هم است که بله. به اصطلاح ارتفاعش کمتر است و اون خاطر مشکلات جدی را برای اینا ایجاد کردن. حالا هم گفتن راه حلش چه هست، چطور با این مشکلات ما بتونیم کنار بیاییم؟ ببینین، مسئله بلند منزل هایی که به شکل خودسر در طول 20 سال ساخته شده و یا مسئله فساد بوده یا موارد واسطه و موارد سیاسی بوده، متاسفانه یک مشکل و چالش برای ما هم هسته. حالا به خاطر که تعداد یا کم نیسته، یکی دوتا نیسته، ما چی مکانیزمی را پیش روبروی خود بگیریم که بتانیم هم مشکل مردم حل شوه و همی که خب بالاخره یک سرمایه‌گذاری صورت گرفته او سرمایه‌گذار دچار مشکل نشه. از این بابت ما یک مقرره تنظیم کردیم به نام مقرره تخلف های ساختمانی که مسئله اونجا اضافه حجمی، اضافه منزل و اضافه تصرف مد نظر گرفته میشه. خب بر اساس اون تحقیقاتی که صورت گرفت و انجام دادیم، ما چند اولویت داریم. اولویت اول ما این است که اگر بلند منزلی در ساحه سب ساخته شده باشه، فرق نمیکنه چند منزل باشه، او تخریب میشه که نمونهاش در نواحی مختلف خصوصا نواحی 4 دیده نمگی و در پلان هم هست که این کار صورت بگیره در نواحی دیگه به شرطی که ساحه مشخص ساحه سبز باشه. اما بلند منزل های دیگه که وجود دارن و اونا استحکامیت ندارن، به این معنا که بلند منزل ساخته شده 7 منزل، اما زمانی که پایه او را میبینی، فاوندیشن چه میبینی، مقدار سیخ گلش را میبینی، گرید و کانکریت را میبینی، این توانایی نداره و در مقابل زلزله و دیگر بلای طبیعی بسیار ضعیف است. او هم تخریب میشه که نمونه مشخصش در ناحیه دهم اگه اشتباه نکنم، اما تپه قبل گوران که ما شما میگیم یک راه طرف میدان که پس دوباره میگه 3 بلند منزلی تخریب شد و دیگاهش هم تحت در کل بررسی است. مسئله بعدی که وجود داره در اینجا ای است که ما خب بلند منزل های دیگه که از دید استحکامیت مشکل ندارن و در این حال در ساحات سب نیستن، اما اضافه منزل دارن، بعد 4 منزل جور میکردن 8 یا زیادتر جور کردن، بعد اینا 70% زمین خود را جور میکردن 100% را جور کردن. اینا مواردی هست که در اون مقرره واضح گفته شده که بعد حق مردم پرداخت شده به شهرداری کابل بسیار. و مسئله حریم خصوصی یک بحث بسیار کلان هست. من از اینجا میگم هر آن کسی که از همسایه خود شکایت داره که برادر در حریم خصوصی ما کلکینا اینا هستند و مشکل حریم خصوصی برشان بر اساس همین مقرره ایجاد شده، اونا میتونن به شهرداری کابل عارض شوند و ما مطابق مقرره در جایی که اگر برکت اجازه کلکین هم داده میشه، اما مسئله 180 سانتی متر در بعد جای 160 سانتی متر مد نظر گرفته میشه و با اونا برخورد میشه. یعنی به این معنا نیست که ما به این موضوع بی تفاوت باشیم. خب تمام موارد برمیگرده به اینکه ما منتظر هستیم که مقرره ای که رفته از طرف امیرالمومنین صاحب او تایید شوه، نافذ شوه، به شهرداری کابل بیایه که ما او را اجرا بکنیم. اما در قسمت فعلا که ما شما صحبت میکنیم و بعد از تحول سیاسی به هیچ کس اجازه داد نشده که بلند منزل خود سر اعمار بکنن. خیلی. اگر اعمار کردن یا سابق مجوز گرفتن یا نه مجوز دارن و مطابق مجوز پیش میرن. بسیار خوب، امیدوارم که هموطن ما پاسخ خود را دریافت کرده باشن. و سوال بعدی هم و مشکل بعدی از منطقه بلاک های هوایی شهر کابل بود که هموطن ما تماس گرفته بودن و گفته بودن که کراچی های بسیار زیاد در این منطقه است که به اصطلاح یک مزاحمت خیلی جدی را بر ما ایجاد کرده و از همه مهمتر مشکل رابندی را به باشنده های ایساها ایجاد کردن. مسئله کراچی ها خب یک موردی است که روزانه به او رسیدگی میشه. ببینید ما چند تا مشکل کلان داشتیم یادن یک سال پیش و بیشتر از او. مسئله کوته سنگی بود، مسئله کمپانی بود،
مسئله خود لیسه مریم بود، مسئله سلاح شمالی بود، مسئله خود شهر سر زیرزمین و جای دیگه بود. اینا الحمدلله کلش کنترل شده و تنظیم شده و بر اساس هم هدایتی که از کابینه آمد و امو مورد نظمی که در شهر بازار شهرولی کابل به متحد هست اجرا صورت گرفت. این حال میمانه روزانه در یک شهر 7 میلیونی بخواین نخواین تخلف کرده چه صورت میگیره. بی معنا نیست که این کار خوب است، کار قطعا اشتباه است، اما روزانه به این رسیدگی صورت میگیره. و این مسئله بلاک های هوایی اگه ساحش رو مشخص تر بر ما بگوین، چون یک ساحه کلان است اکثر مرامش نمان میشه حالا تماس بگیرن ان شاء الله دای خاص توجه میکنیم. اما این که خب کرچی های متحرک برای یک ساعت نیم ساعت یک تخلف میکنن با اونها برخورد صورت میگیره. اما مهمی از او کسایی که به عنوان دست فروش یا غرفه‌های تیپیک شهرولی کابل که براتون دیزاین داده جور کرده اونا مشکل برای مردم ایجاد نکنن. این موارد روزانه که تخلف صورت میگیره برای اجراات وجود داره و برخورد صورت میگیره. بله. و سوال بعدی هم از هموطن ما بود که از ناحیه 12 شهر کابل تماس گرفته بودن و گفتن که در قسمت سرک حربی پوهنتون یک مشکل بسیار جدی دارن، به خصوص آبروایی که در این سرک وجود نداره و زمانی که برف و باران میشه مشکلات بسیار زیاد را بر اینا ایجاد میکنن. دقیقه صحبتتان. شهر کابل کانالیزاسیون نداری را ده ها برنامه دیگه هم گفتیم و به این معنا نیست که شهرولی کابل کار خود را نباید انجام بده و زیربناهای شهری که مالکش ما هستیم، سرک است، پیاده رو است، جدول است و جوچه، تمام اینا رو ما بی توجه باشیم و آبگیری وجود شه و آبگرفتگی صورت بگیره و در این حال تخریب صورت بگیره. این کار بسیار اشتباه است و ما قطعا به این موارد بی توجه نیستیم. اما به عنوان یک شهروند اگه ما شما یک مقایسه داشته باشیم دو سال پیش را با امسال و سال قبل، هیچ نوع آبگرفتگی کلان وجود نداره که مردم در دریا برن، خصوصا چارای تایمنی، چارای ترافیک و امو هومه اطرافش که جای طرف مارکت وجود داشت. این مورد اینجا است که خب جوچه هایی که در کنار سرک هستن به خاطر انتقال آب شهر نیستن، اونا فقط همه وظیفه دارن که اگه سرک 5 کیلومتر است، 1 کیلومتر ارزش 5 متر است یا 10 متر است، امی آب را به کانالیزاسیون برسونن. اما ما مجبورن از این جوچه ها به خاطر انتقال آب شهر از یک طرف به طرف دیگه استفاده میکنیم و این باعث میشه که ترافیک آب ایجاد شه. اینو ما قبول داریم، اما میایم در ساحاتی که خامه است. ساحات زمانی که خامه باشن این ساحات بعد پخته شوه. بله. باشیم چی میگن ساخ فرمان؟ بله خب بفرمایید ادامه بدین صحبتت. آها از منطقه کوتی سنگی دقیق او کار انجام میدیم. بله بله داره که بله پاکاری در سای کوتی سنگی هم مطلق جریان داره. پل سوخته یک مورد کلان بود که مشکل بسیار کلان برای شهروندای ما ایجاد کرده بود. بله. و مسئله پل سوخته را نه تنها مسئله پاکاری و ساحه است، بلکه اونجا یک باسازی دوباره صورت میگیره، تمام ساحاتش رنگ‌آمیزی میشه، مسئله جدول ها، مسئله کتارهایی خراب شده و مشکلات دیگه که وجود. بسیار خوب. و پرسش بعدی هم از هموطن ما بود که گفته بودن به خاطر مقرری در ریاست سرسبزی منتظر یک امضا هستن و تقریبا 6 ماه میشه که اینا پشت یک امضا میدون ولی میخواستن مقرر شون در این ریاست. ببینن موضوع مقرری بسیار واضح هست. شهرولی کابل خب همگی نیازمند و امضا نیست و یک حکم است به خاطر مقرری. شهرولی کابل به خاطر اجیر خب مطلق بس نداره. 167 بست مشخصی که شهرولی کابل در بخش انجینری داشت بر اساس فیصله که آمد او را ما بست انتقال ندادیم، صلاحیت تقررش انتقال شده به اداره محترم اصلاحات اداری. اونا بست ها را اعلان دادن، متقاضیان اپلای کردن و این 167 بست امتحان گرفته میشه از طرف اصلاحات اداری و به شهرولی کابل نفرایی که واجد شرایط هستن معرفی میشه و مقرر میشن. یعنی شهرولی کابل در این راستا صلاحیتی نداره که اصلا مقرر بکنه. واضح ما ده ها بار گفتیم، باز تکرار میکنیم، 167 بست ما داشتیم، از بست 3 تا بست 5 و بست 6 اینا مطلقا صلاحیت تقررش انتقال شده به اداره محترم اصلاحات اداری. دمونج اپلای بکنن، دمونج شارت لیست میشن بر اساس اون لایه وظایفی که داره و موارد دیگه از نو امتحان گرفته میشه. امیدوارم کامیاب شون و بیاید. اما دیگه کسی رو حکم ما نمیتیم که در بس مقرر شد. خیلی خوب. ولی اینا در امتداد صحبت های خودم اشاره کردن، گفتن کسایی که واسطه دارن زودتر مقرر میشن و گفتن که یکی از دوستایشان واسطه داشت، زودتر امضا گرفته در مدت یک ماه، ولی از من گفت کارم تا 6 ماه. ببینین امضای چی گرفته، ما در دو سه ماه میشه هیچ نوع تقرری در بس نداریم. خب یک سری بهانه هست، بازم تکرار میکنه و اگه مشکل خاص هست دفتر ما در خدمتشون، بیاین ما موضوع رو بررسی کنیم. مثل خیلی از کسایی که از برنامه اومده وقتی موضوع رو بررسی میکنیم یک چیز دیگه است کاملا و یکی میگه واسطه داشته مقرر شده. خوب است که با اصلا صحبت بکنن، قطعا چنین صحبت خوب است. شماره تماس هموطن ما پیش ما یادداشت است، امر شما حتما شنیدید. امیدوارم همه هموطنان عزیز ما که هفته قبل تماس گرفته بودن سوال داشتن و پاسخهای خود را دریافت کرده باشن. برعکس میتونید کم
چای هم بگیرین که هوا سرد است، کم مشکل سلفم اینا بر ما پیدا میشه. خب منتظر تماس های شما عزیزا هستیم. همین لحظه شماره تماس برنامه فعال است و شما میتونید بر شماره 07111490 که همین لحظه روی صفحات تلویزیونتان تماشا میکنین زنگ بزنین و مشکلاتتان که مرتبط با شهرداری کابل است با ما شریک بسازین. و اولین تماس بیننده عزیز، سلام، صبح بخیر. جورتی بخیرتی، تشکر. کشتر یادواری کنی کمی بلاکای هوایی امی قسمت دمی پیش روی بلاک اول یک سرک برای سرک امنیت است، در ریاست امنیت رفته، دیگه طرف بلاکا رفته، دمی کنج ریاست شهدا و معلولین به نمی قسمت کلی کراچی های نمی جامعه کمی بین سرک استار است. تشکر برادر. کراچی های متحرک است یا کراچی های ثابت است؟ تیردار هستند، درست است؟ تیردار است، مکمل است، مجه کپا زده است، بیخی کپا جور کنه در موبیل فرد، درست است، ما موضوع رو گرفتم برادر. تشکر است، و میریم به طرف تماس بعدی ببینیم که کدام هموطن ما روی خط هستن و چی مشکل دارن. بله، سلام، صبح بخیر. سلام علیکم برادر محترم، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ علیکم سلام، تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بسیار خوش آمدین. سلام به خود شما، سلام به میمان محترم. علیکم سلام برادر. برادر محترم، مشکل ما این بود که برادر محترم دمیسای نایی دوام که پیش از دولت امارات یک وکیل بود، استفاده جویی میکردم، دیگه میکردم بازال دم سر را رو در یک دوکان جور کرده بودم، چند مدت بود بعد از طریق نایی دوام همی چپه شده، تخریب شده، اینال همو که تخریب هم شده همو خشت و گل و سنگ خوده از همو را نمیورداره، یک مشکل برای مردم ایجاد کرده. در کدام قسمت نایی دست همو کوچه را اگه مشخص برای ما بگید؟ سرک کوچه چارنله. سرک چی؟ کوچه چارنله. کوچه چارنله، کوچه چارنله همی دوکان همی هم سابق با مادم وکیل بود، استفاده جویی کرده بود، باز همی امارات کامت که چپه کرد، درست، این حاله بود که چپه هم کرده او رو نمیورداره، همه خاک گل خود از امیران نمیورداره، واسه مردم هم نمیرسته دیگه. انشاءالله خودش نرول انتقال میتره، کدام مشکل نیست، ما موضوع رو برسه میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدار. و میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم، احمد سمی هستم از شهر مزار شریف. بسیار خوش آمدید سمی جان، بفرمایید. ما یک مشکل داشتیم در نهای اول شهر مزار شریف بالای سیلوی بلخ. در این کوچه ای است که نایه از تو فروش هایی که سرک بند کرد، از ما چندین بار که شکایت کردیم، از یا پیسه میگیرن و میگه ما از اینجا صفایی میگیریم، از این خاطر ما اجازه نداریم که همین چوفارش هایی که سرک بند کرده ما یاره از اینجا یک جای دیگه که مشخص هست اونجا ما این انتقال بدیم. و این سرک اگر ببینین این سرک قبلا یک ذره سرکیر نشده، ولی جغل رنگایی که اندخته شده مکمل گل شده، دوست زیاد تو ما رفت آمد موترا تو بسیار مشکل های سار صورت میگیره. تشکر، سلامت باشین. سوال شانه گرفتیم ولی از شهر مزار شریف تماس گرفته بودن. مشوره میتونم برشان بتونم، ببینین قطعا هیچ کس نمیتونه که سرک را به کرا بده، یک بحث بسیار واضح هسته، باید دیده شو و اگر سرک به کرا داده شده باشه در هر زمانی که شهرولی بخواد، حتی اگر زمین خالی شهرولی هم باشه، زمانی که ما پروژه عمل منفع میخوایم اجرا بکنیم بدون هیچ چون چرایی ولو که صفایی داده باشه، صفایی که مربوط یک سال مشخص میشه، اونا میتونن اونها را بردارن و مشکل قانونی وجود نداره. باز تکرار میکنم، به شرطی که اساس های دولتی باشه و سایه شخصی نباشه. بسیار خوب، تشکر آقای برگزای. و بینندگان ما تماس گرفته بودن، منتظر پاسخهایشان باشن و عزیزایی که روی خط منتظر هستن تماس های شما رو بازم می داشته باشیم، ولی قبل از همه وقفه بسیار کوتاه داریم. خب تا اینکه همکاران ما وقفه بگیرن، قابل یادآوری است که شماره تماس بخش صدای شما فعال است و می لحظه شما میتونید به شماره 07111490 تماس بگیرین. البته وقفه فعلا نمیگیریم، خوب است که تماس های شما عزیزا را بازم داشته باشیم. و تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام، کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ من اسم محمد زرین متأخیر ما از پولیترفی. بسیار خوب، بفرمایید. تاسو ته قدرمن میلمه ته بارک. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کوم د لیدونو کا کارتون کې تا بیا یو سلام بارک جای صاحب، موږ کو د غاز دولت می نای مربوطی او په دغه دولت منای کې پراتی دا کله جبار خان پنوم باندې او کله دا
برجای صاحب دغه دومره وخت تیرو سلو کلونو کې دا سړک چې موږ خامد او په دکې او کندو کې راته یې وروره اوبه دي دا مکتب د دا اوبو کې دنګ ولاړ ده دغه د موږ ساحه دا پولي کرخي سرکه سره او د ارزان قیمت سرکه سره سلیم کاروان سره وصل سرک ده او په دغه مابین کې پراته یي یعنی په دې تیرو سلو کلونو کې موږ کچا والا ته خدمت کړی او نه یو 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 متر سرک چاپوخ کړی یا کوچي چاپخې کړي وو سم زمونږ سیاسري زمونږ سپینګري زمونږ ماشومان په دغه اوبو کې کته او پورته کېږي او ټول یو کیلو یا یو نیم کیلومتر سرک ده چې موږ کلي کرخي سرکه سره او د سلیم کاروان د ارزان قیمت سرکه سره موږ وصل شو نو موږ ته خلک وعدې راکوي دا اوس هم راته په دغه دوو دوه کلونو کې موږ ته خلک وعدې راکوي چې نن پخېږي سبا پخېږي سروې راکړي فرځای صاحب دغه زمونږ د تاسو نه د چاروال صاحب نه د لوړو مقامونو نه خصوصا د تانه زمونږ دا هیله ده چې زمونږ دغه سرکه غم وکړي کور ودان سلامت باشین. مشکل شما را آقای بارکزه یادداشت کردن. پس از وقفه کوتاه بازم با شما عزیز هستیم. بیننده بخش صدای شما از طریق برنامه صبح و زندگی به طور زنده هستین. 0770114090 شماره تماس برنامه است و شما میتونین با طور زنده تماس بگیرین و مشکلاتتان که مرتبط با شهرداری کابل است با آقای بارکزی سخنگوی شهرداری کابل شریک بسازین. خب قبل از وقفه هم تماس داشتیم از هموطن ما که شکایت داشتن، میشه روی جوابشان بدید؟ تشکر برادر. مسئله نای 12 را گفتن که اونجا بونا زندگی میکنن، قلعه جبارخان و سرکشان خام است. در قسمت پخت‌سازی سرکها شهرولی کابل یک مکانیزم کاملا مشخص و منسجم داره. ما اولویت بندی های واضح در 7 شاخصه داریم که بر اساس و انتخاب میشه کدام سرک باید پخته شود. در نهایه 12 که الحمدلله ما خوشحال هستیم بسیار پروژه اونجا اجرا شده، تقریبا 26 کوچه یک دو هفته پیش افتتاح شد کارش. و ما این را متوجه هستیم که تمام شهر کابل نای 12 نیست، تمام شهر کابل نای اول هم نیست و نوای دیگه هم نیست. از این خاطر انکشاف متوازن بر ما بسیار مهم است و در سال 1402 با توجه به که خب کدام سرک زودتر پخته شود که بتانه مزیت اقتصادی بیشتری برای شهروندهای کابل داشته باشد دید کارشناسی، اینا هم مد نظر است. لیست پروژه ما تقریبا رو به تکمیل است و ان شاءالله برای مردم اعلان میکنیم. باز هم از این دوست ما که تماس گرفته، خواهش ما است که به همکاری وکیل گذر خود روز چهارشنبه ساعت 2 بجه، روز یکشنبه ساعت 2 بجه تشریف بیارن، عرضه خود را بیارن، او را ما شامل اجندای خود بسازیم و اینکه اینا در بخش صفایی با ما خیلی همکار باشن. مسئله بسیار مهم است، بسیار زیاد مهم است، چون شهرداری کابل چیز دیگه نداره. همین صفایی است که جمع آوری میکنه و در نواحی مختلف کوچه میسازه، سرک میسازه، تشناب شهری میسازه، پارک میسازه و مصارف دیگه که وجود داره. از این بابت خواهش ما است که یکی از شاخص ها همین است که چقدر مردم در قسمت صفایی در اون ناحیه همکار هستند و در این حال مردم چقدر خواستار پخت شدن این سرک هستند. این موضوع خود را کتبن که بیارن، یک سند هم جور میشه، انشاءالله در اسناد رسمی هم ما میتونیم رسیدگی بکنیم. تشکر، امیدوارم که بیننده عزیز ما پاسخ خود را دریافت کرده باشند. و حالا میریم به طرف تماس های بعدی. بله سلام، صبح بخیر. تشکر، سلامت باشین. از کجا تماس گرفتین و اسم شما؟ بله سلام علیکم. بله سلام، صبح بخیر. خوب هستین؟ خوب هست. تشکر، امیدوارم شما هم خوب باشین. از کجا تماس گرفتین و اسم شما؟ ما از کارتیسه تماس گرفتیم بیادر بریم مولایی صاحب میگم به خاطر که نمی سرک کارتیسه نمی خانه خلیلی که هستی دیوال برای ما خیلی مزاحمت کرده، دیخه منطقه را بند کرده، یکی همون جوی یک سابق جوی بود او میای او بارش های او خانه های ما بخی نم کش کرده، بخی در داله کاکه های ما باور کنین او پیدا میشنم این جوی باید پاک شد، ما از خاطر از این بطن زنگ دیم. قربان تان، همی خانه خیلی در کسی موقعیت داره میره برای خانه های زیاد خبر نیستی؟ سرک 11-10. سرک 11-10 و جوی هم در اون نایی هست، در اون موقعیت هست؟ بله ها، بله همونجا جوی هست، همی ها و بز رفتا که جوی. خب این خانه خلیلی چی مشکل ایجاد کرده؟ سرک بند کرده، پیاده رو را بند کرده؟ داکوهای ما خیلی هاو پیدا میشه. همی خانه خلیلی که شما میگین مشکلش در چی هست؟ سرک را بند کرده؟ دیوار اضافه داره چی کرده؟ بله ها بیخته می گلدان همی چی تا پارک بند کرده، کلش هم مکمل دیوال ها کم دیوال های خاکی که جور کرده، دروازه شیاش کلش هم دو سرک بیخی بند هم داخته. مطلق دیده میشه بیادر، انشالله اجرات آجل برتان انجام میتیم انشالله. تشکر، زنده باشم. قربان سلامت باشین. تشکر از شما و حالا میریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. بله سلام. سلام علیکم. علیکم سلام، اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ نایه 12. بسیار خوب، بفرمایین. چینل هستم من، نایه 12. اینمین یک تشریف ما بیخی پیدا شده، اینمین یک کانال ها و نو دور میکنن، ما زمین های کشتی داریم، کل زمین های کشتی ما را ایچی میکنن تخریب میکنن.
برادر شارولی کابل کانال جور میکنه، دقیقا در کجای نای 12؟ بله زمینای شینا کردن 60 70 دیر زمین تخریب میکنه چی کنن. تشکر. تشکر هستم از شما. خب این خو یک بحث بسیار واضح هست، زمانی قرار است آب شهر انتقال پیدا بکنه باید کانال جور شود، و زمانی کانال جور میشه به این معنی نیست که کانال آبش روی سرک های شما میره یا روی زمین های کشتمندی شما میره. بله آب و سر کانال به یک جای هدایت میشه و کانال پخته است و ان شاء الله مشکلی برای کسی ایجاد نمیکنه و نگران نباید باشن، به خاطر که مشکل آب گرفتگی یک منطق کامل حل میشه و بخواید نخواهید مجبور هستیم ما کانال های با طول بسیار زیاد و عمق های 2 متر 3 متر حتی تا 4 متر ما کانال داریم که ساخته شده و کلش کانکریت هست و ان شاء الله برای کسای دیگه مشکل ایجاد نمیکنه، برای زمین اطراف خود مشکل ایجاد نمیکنه، برای خانه های اطراف خود مشکل ایجاد نمیکنه و یک بحث خوب است دیگه. اگر مسئله زمین شما بس استملاک در وجود داشته باشه مستقیم با او برخورد صورت میگیره و شما حق خود را میگیرید نگه در زمین های شخصی عبور بکنه و ما یک سانتی متر زمین شخصی مردم را به استملاک خدای را خواسته وقت به پروژه عمل منفعه نمیکنه. بسیار خوب و حالا میریم به طرف تماس بعدی. بینید عزیز سلام، صبح بخیر. سلام علیکم. علیکم سلام، از کجا تماس گرفتین؟ تاسدم صحاب بخیر و تاسلا بریزی صاحب تختم. و علیکم السلام رو بخیر بسی امر رو کسیب بریزی صاحب پینزه به نغیه نمیزنگ و علایده یاد اغا مگه منطقه که باقی از یختر و دیالا کوکی دست وزی دی تی کمپانی دی چوکنه شاروالی سرک و سلکوی دی کرغی سرک را بعض خلق ورطا خوشحال دی و بعض تشویش که دی تی مکارون را پکیزی در ستات و پلان مکتا واضح کری منا نورو کور ودن سلامت باشه. زد در پلان بیخی تاست واضح کول استم. اول خود در عمومی خبر تاست کم در استملاک او در سرک جوڑاول پر برابر بندی نو نوی فیصد کلچ پی او سیمه که سرک جوری جای خلق باید خوشحال اوسی ولیش دلتا یو بلار رازی دلتا اقتصادی نوش رازی دلتا خلق تګوراته کوي چې خلک تګوراته کې وکړله اوتومات یو شی ته اړتیا لري، هلته دوکانونه جوړیږي، مارکیټونه جوړیږي او نور موارد. بل پاتې شول د ځمکې موضوع. د ځمکې موضوع داسې دی، کچیرې ځمکه شخصي بیا تکراروم یو سانتي متر شخصي ځمکه موږ کچیرې هلته سړک جوړو یو نور عامل منفع تاسیسات هلته د دوی پیسې ورکول کېږي، د دوی حق ورکول کېږي. کچیرې بیا ځمکه دولتي او دا خو د دولت حق دی چې څه برخورد ورسره کوي، بیا هم که د دوی ساختمان هلته جوړ سوی د غصب په شکل باندې د متصرف غیر مسؤول په شکل باندې بیا هم دوی ته د ساختمان خسارا ورکول کیږي. نو پر دې اساس باندې دوی په هیڅ عنوان باید ناراحته نه اوسي یا تشویش ونه کړي، ځکه شخصي حقوق تاسو هم د ځمکې د ساختمان هغه قیمت چې دی هم د ځمکې قیمت کې بدیل نمره ورته برابر کیدل دوی تاسو ورکول کیږي. بل کله چې دا سړک تیریر دی خو عموما داسې نه ده چې ټول نمرې سره خراب شي، امکان لري یو برخې خراب شي، تاسو ځمکه هلته پاتېږي، هلته تجارتي موقعیت بیا پیدا کوي او نور موارد هلته موجوده دي. نو د سړک د تک پر برابر باندې 99% د ټولو خلکو ګټه ده، هم د ښار ګټه ده، هم خلک چې هلته اوسیږي. بسیار خوب و میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. از کوتاه خیرخونه با تماس شدید. بسیار خوب، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. ما سوال می بود که سرک مارشال فهیم دنایی عبدک از امی کارش نیم کارا مانده در حکومت قبلی یک سرکش اعمار شد، سرک دومیش هم تو مانده گفتم از میمان تا نپرسیدین که چه وقت کارش دامو پیدا میکنه. تشکر برادرم، قربان تا. ما چند روی کرده این قسمت ها داریم؟ اول بسیار از سرک ها ما داریم، مثلا سرک قره زمان خان، خود سرک پل جرخی تا چاره عبدالحق و سرک های دیگه. زمانی که پلان برای ساخت سرک شروع میشه ما امو سرک را با توجه به انکشاف 50 سال آینده میگیریم، 20 سال آینده میگیریم و ما مجبور هستیم بر اساس بودجه خود مقداری از سرک را پخته بکنیم. عموما می بینیم بعضی سرک ها گلدان های مابین شدن بسیار کلان است. این گلدان در پلان اصلی کلان نیست، به خاطر خب سرک امکان داره 80 متر در پلان باشه اما فعلا توانایی پخته کردن 40 متر هسته یا 30 مترش. گلدان را کلان میگیریم، زمانی که سرک پخته شد رفت آمد مشکل مردم حل شد و به خاطر توسعهش باز ما را داریم. موضوع خود سرک می کیاد کردن در نهایت 17 هم عین قصه است. یک لاینش جور است، مردم رفت آمد کرده میتونه، مشکل خاصی نیست. حالا به خاطر توسعهش چند پروگرام وجود داره. اول مسئله خود بودجه داخلی خود شهرداری کابل است. مسئله دوم پروژه است که قبلا اعمار میشد و ساخته میشد، مثلا که ام دی پی بسیار سرک ها رو با ما همکاری میکرد. حالا ما نمیخوایم که در پروژه اونا تشبث بکنیم، چون تا حال تا می لحظه که ما شما گپ میزنیم رسما از هیچ نهادی که با از بانک جهانی که با شهرداری کابل کار میکرد گفته نشده که ما دیگه کار نمیکنیم. گفتن ما در یک حالت استند بای و پندینگ هستیم، یعنی ما در حالت تعلیق هستیم.
و ما اگر در پروژه‌ای که اونا کار کردن تشبث بکنیم، این باعث این میشه که خب ما پروژه رو تسلیم بگیریم و عملا کار اونا قطع شود و دروازه همکار نباید از طرف شهرداری کابل بسته شود. خیلی سپاس از حضور شما برای بحث با سوالات و مشکلات هموطنان عزیز ما پاسخ خیر کردین. خوب خوشبختانه میخوایم از شما عزیزا هم قلبا سپاس که تماس گرفتین. فعلا وقفه بسیار کوتاه، در ادامه بخش توانایی را با بصیره جان و مهمانشان فراموش نکنید.